به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. هیئت از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان و ریاست مولوی صدر اعظم عثمانی معین این وزارت به ازبکستان سفر کرده است. این وزارت روز سه‌شنبه 30 اغلب در صفحه اجتماعی ایکس نوشته است که این هیئت به هدف تقویت همکاری میان گروه طالبان و ازبکستان به تاشکند سفر کرده است. ما گفته این وزارت در این سفر همچنان در خصوص تخم‌های اصلاح شده گندم و پنبه، پرورش برنج، ترویج آبیاری قطره‌ای، انکشاف باغداری، ارتقای ظرفیت کارمندان، سرمایه گذاری در زمینه میوه‌های خشک افغانستان و سایر بخش‌ها بحث و تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا شود. پیش از این رسانه‌های ازبکستانی از امضای قراردادهای تجاری و ارزش 1.2 میلیارد دلار آمریکایی میان حکومت آن کشور و طالبان گزارش داده بودند. سقوط مهیب یک موتر به کانال آب المند، چندین کشته بر جا گذاشت. در نتیجه سقوط یک موتر سواری به یک کانال آب در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به شمول 3 کودک 6 تن کشته شدند. این رویداد حوالی 4 روز دوشنبه زمانی رخ داده است که یک موتر با 7 سرنشین به کانال بغرا سقوط کرد. منابع محلی در هلمند گفتند که در این رویداد یک مرد، 2 زن و 3 کودک کشته شدند. به احتیاطی و خرابی جاده از علت بروز این رویدادها خوانده می شود. واکنش ها به سفر یک مقام طالبان به اروپا. سخنگوی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که این سرپرست اداره ملی دوا و غذا با داشتن ویزای هالند توانسته است که به آلمان و چندین کشور اروپایی دیگر نیز سفر کند. و نقل از تولونیوس، پس از واکنش های زیادی به سفر عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا به آلمان و سخنرانی وی در میان مهاجران افغان در این کشور، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که این سرپرست با داشتن ویزای هالند توانسته است که به آلمان و چندین کشور اروپایی دیگر نیز سفر کند. زبیولا مجاهد در این خصوص گفت این که در آلمان بعضی از موضوعات از طرف احزاب مختلف شاید زیر اعتراض آمده باشد مربوط به افرادشان است، ولی در عموم این سفر هم قانونی بوده و هدف قانونی هم داشت و کدام گپی نشده که تخطی شمرده شود. وزارت خارجه آلمان نیز در واکنش به این سفر میگوید که تا زمانی که مقام های حکومت سرپرست افغانستان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند، با آنان رابطشان را عادی نخواهند کرد. یونما محدودیت و موانع را از سر راه طالبان برمی‌دارد. طالبان گفتند که مولوی زاکر، رئیس عمومی دفتر معاونت سیاسی ریاست الوزراء این گروه، با اسکات اسمت، مسئول بخش سیاسی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما دیدار و گفتگو کرده است. صفحه ارگ در رشته پست در اکس روز دوشنبه از این دیدار خبر داده و ادعا کرده است که در آن مقام یونما گفته است این نهاد محدودیت و موانع را از سر راه این گروه در زمینه تعامل مثبت برمی‌دارد. طالبان از زبان این مقام یونما نوشتند که بزودی با ابتکار سازمان ملل متحد نشست بین المللی در مورد افغانستان برگزار می شود که بخش مهم آن در رابطه با این گروه است. در این نشست با اشاره به رویدادهای طبیعی اخیر در کشور بر افزایش کمک های بشر دوستانه و مردم افغانستان تاکید صورت گرفته است. صفحه مربوط به ریاست الوزرای طالبان نوشته است که اسمت از کارکرد اقتصادی طالبان در زمینه کاهش فقر نیز تمجید کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. مولوی کمال الدین منیب، رئیس جدید دانشگاه تخار، از تمام دانشکده های این دانشگاه خواست و از واژه های فارسی مانند دانشگاه و دانشکده در اسنادها و دبلوم استفاده نکنند و افزود که زبان فارسی زبان بیگانه است. در مکتوب با عنوان عدم استفاده از مصطلحات و کلمات بیگانه در اوراق ارسال و مرسول که نسخه از آن روز دوشنبه در رسانه ها منتشر شده، آقای مونی به تمام دانشکده ها دستور من استفاده از واژه های زبان فارسی ذکر شده در مکتوب را داده است. در متن مکتوب ذکر شده است به تمام ادارات هدایت داده می شود که من بعد
از کلمه های بیگانه مثل دانشگاه، دانشکده و غیره، جمله ها و اصطلاحات بیگانه که سبب تضعیف فرهنگ ملی ما می شود، در ترانسکریپت نمرات، دیپلم، سرتیفیکیت و غیره استفاده نکنند. این در حالی است که پیش از این نیز بارها این گروه استفاده از واژه های فارسی را در ادارات ممنوع اعلام کرده و بارها زبان فارسی را از لوحه های دانشگاه ها و دیگر مکان ها دور ساختند. قابل ذکر است که این اقدام های گروه طالبان علیه زبان فارسی واکنش های زیادی را به همراه داشته و حتی برخی از مقام ها این عمل گروه طالبان را فارسی ستیزی خواندند. و خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت، بزرگترین ضربه بر پیکر طالبان در پروان وارد شد. جبهه آزادی افغانستان میگوید که افراد این گروه با یک حمله بر پازگاه طالبان در پروان 6 جنگجوی این گروه را کشته و زخمی کردند. این جبهه با نشر اعلامیه گفته است که این حمله بامداد روز دوشنبه 29 عقرب در قریه ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان انجام شده است. جبهه آزادی گفته است که در این حمله یک موتر رنجر طالبان نیز تخریب شده است. این جبهه از تلفات نیروهایش در این حمله چیزی نگفته است. و در پایان هم یک خبر فوری ببینید. در پی منحرف شدن یک موتر باربری از جاده و تصادم به کوه در ولسوالی شبر بامیان، دو نفر جان باختند و یک نفر دیگر زخم برداشته است. فرماندهی امنیت طالبان در بامیان گفته است که این حادثه حوالی ساعت 1 بامداد امروز سه‌شنبه 30 عقرب در روستای کالوی ولسوالی شبر رخ داده است. گفته شده است که یک موتر باربری به کوه کنار جاده برخورد کرده است. پلیس طالبان در بامیان درباره دلیل وقوع این حادثه چیزی نگفتند. تشکر از توجهتون. تا بعد. بدرود.